بریم به کمک پایتون. کرو یک تابه، گراف یک تابه، منحنی یک تابه رو ترسیم بکنیم. فرض بکنید من یک بیسیک نالج دارم، یک اطلاعات اولیه، یک دانش اولیه دارم، یعنی چیزی در خصوص در واقع صعودی بودن یک تابه نمیدونم، نزولی بودن یک تابه نمیدونم، با کانسپت هایی مثل اکسترموم های تابه، نقاط ماکسیموم، نقاط مینیموم و حتی مفهومی به نام نقطه عطف آشنا نیستم. اگر داستان این شکلی باشه، میخوایم به عنوان مثال به ما یک تابه رو دادن Y مساوی با X2 و قبل از اینکه پردازم به اینکه چجوری میخوام به کمک پایتون این کرو رو در واقع این منحنی رو ترسیم بکنم، خیلی راحت میخوام با دانش اولیه بیام منحنی این تابه رو ترسیم بکنم. خب چیکار بکنم؟ ایده‌ای دارید؟ طبیعتاً خیلی ساده، شما کافیه یک سری سمپل پوینت رو بذارید تو ضابطه تعریف این تابه. یعنی چی؟ یعنی این محور ایکس های من، محور متغیر مستقل من و این هم محور ایگرگ من، محور متغیر وابسته من، و به عنوان مثال من میخوام توی یک بازه منهای 2 تا 2، یعنی این باشه منهای 2، این باشه منهای 1، این باشه 0، این 1 و 2، بیام گراف تابع خودم رو رسم کنم. خب اگر اینجا تو این ضابطه 0 رو بذارم، 0 به توان 2 میشه 0 و در واقع ولیوی تابع من هم این خواهد بود. اگر تو این تابع در واقع 1 بذارم، 1 به توان 2 هم میشه 1 و در واقع ولیوی تابع من میشه اینجا. بسیار عالی. اگر 2 بذارم، 2 به توان 2 مساوی با 4، یعنی این 2، این 3، این 4، و اگر این نقطه متناظر رو اینجا نشون بدم، این هم میشه پوینت دوم. اگه منهای 1 بذارم میشه منهای 1 به توان 2 مساوی با 1، یعنی این داستان به ازای منهای 1 ولیو شد 1، و اگرم منهای 2 بذارم، منهای 2 به توان 2 برابر خواهد بود با 4، یعنی این نقطه متناظرش. خب داستان از چه قرار میشه؟ وقتی میخوام کرو رو به دست بیارم، با توجه به اینکه سمپل پوینت های من همین 4 نقطه بود، کافیه که من این نقاط رو به عنوان مثال به هم وصلش بکنم. نمودار تقریبی تابع من به این شکل خواهد بود. طبیعتاً هرچی من این سمپل پوینت های من بیشتر باشه، کرو دقیق تایی رو هم خواهم داشت. یعنی مثلا اگر اینجا ولیو تابع رو به ازای 1.5 به دست بیارم و نمیدونم یه چیزی شد، طبیعتاً من دقیق تر تونستم تابع خودم رو ترسیم بکنم. خب حالا فرض بکنید که به کمک پایتون یک تابع fx مساوی با x به توان 5 منهای cx به توان 3 به علاوه 50x رو به من دادن. ببینیم که چجوری میتونیم گراف دقیق این تابع رو ترسیم بکنیم. خب کاری که من میکنم چیه اینجا؟ در واقع میام لایبرری سیمپای رو که یک کتابخونه سیمبولیک هست رو ایمپورتش میکنم، الیاسش رو میذارم sp و رانش میکنم. توی قدم بعدی میام از این لایبرری سیمپای که الیاسش رو گذاشتم sp، ماژول سیمبولز رو اکسترکتش میکنم، پیکاپش میکنم، فرا میخونمش و میگم سیمبول x رو تعریف بکن. بسیارم عالی. ضابطه تعریف تابع من چی بود؟ ضابطه تعریف تابع من x به توان 5 منهای cx به توان 3 به علاوه 50x و اینم ران. توی قدم بعدی کاری که میخوام بکنم اینه که بیام کرو این تابه رو توی بازه منهای 5 تا 5 ترسیم بکنم. بنابراین میگم که از اون کتابخونه سیمپایه بود که الیاسش sp بود، بیام ماژول پلات رو فراخوانی بکن و تابع f که اینجا دادی رو و ضابطش در واقع برابر با x به توان 5 منهای cx به توان 3 علاوه 50x بود رو در واقع اجرا بکن، رانش بکن. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که میخوام محدوده وریشن و تغییرات ایکس شما تو بازی منهای 5 تا 5 باشه. این رو هم به این شکل نشون میدم. کافیه اینو ران بکنم و ببینیم که در خروجی به من چی میده.
اینم در واقع منحنی تابع من. میبینیم که در واقع حوالی نقطه منهای 4 من یک ماکسیموم نسبی دارم، حوالی نقطه منهای 1 یک مینیموم نسبی دارم، حوالی نقطه 1 یک ماکسیموم نسبی دارم و حوالی نقطه 4 خودم هم یک مینیموم نسبی دارم. خب ممنونم که با من در این ویدیو همراه بودید.